درود به همگی بچه‌ها، به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. هر جا هستید موفق و پیروز و سلامت باشید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، ساباتون نریزه و اینکه سابسکرایب کنید. ویدیو امروز در مورد سیاوش قمشی که هیچ کس بخونه. چرا بیمار میریزی تو ماستا؟ بله درست شنیدید، یه نفر از شبیه سیاوش قمشیه ولی از رپرا میخونه. امیدوارم این آقا از ویدیویی که ازش میذاریم راضی باشه. آیدی اینستاگرامش هم هست، خودش نمیدونه، تبلیغ نیست. من اصلا آره تبلیغ تو یوتیوب نیستم و اینکه یکی از بچه‌ها که ویدیو آماده میکنه برام فرستاده، احساس کردم ایده قشنگی، دوره هم قراره کلی بخندیم. پس بریم با هم این ویدیو زیبا و دیدنی رو ببینیم. خب گایز شروع میکنیم با فرست وان، ببینیم چیه. آقا سلامم به همه خوبا، سلاطین اساطیر ستون بوتون متون آقای عزیز، کچیای خودم. کچیای خودم؟ آقا کسی میتونه توضیح بده لفظ ستون از کجا اومده؟ بین رپرها هم خیلی مده، همه به هم میگن ستون. یکی به هم بگه این ستون یعنی چی؟ کرم، نوکرم، نخواستی در کرم. آقا صفا سیتی گانزالیا باشه مولا. میگه چی؟ میگه یه دونه نمونه دلدونه با بوره شادونه دو تا بود جان علی تو نگاری سوانو شای برای کی برسه و همون وسالات خان خان میشه دور زنی میای. امینم خرت بود. میمونه که امینم خرت. لیبکس کامینگ ات یو وذ سوپر سونیک اسپید. گفت بشین میریم یه دور میزنیم بیایم. من فقط سه کلمه آخرشو فهمیدم. چه فست خونیه؟ شما میفهمید چی میگه؟ امینم خرت بود. سلام به همه خوبا، سلاطین اساطیر ستون بوتون متون از کچیه تو دلی خودم. آقا یه آهنگ خونده بودن آقا آرش و دی جی علی قادر، علی قادر عاشقشم، میگه که تو رو میخوام تو رو میخوام، این دل من خیلی نازه تو میخواد، گل من ای دل من عاشقتم، کاش که میشدی فقط مال من. علی دراپ ایت کوچا ولیس دیما بسو لس گو لس گو لس گو امیکو فوف لک تو فوف فوف دی دوری دوای دوای دی جی علی قادر براجی ورتمی 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 آقا من مخم گوزیده، این به چند زبون دنیا حرف زد. دی جی علی گیتور یادتونه چقدر معروف بود؟ کسی میتونه ایشون چند سالشه؟ فکر نکنم زیاد سنش بالا باشه، باید بین 30 تا 40 باشه فکر کنم، تا این حدود هست. لحظه حسن خرسدار شموزاره بریزم تو قمشیا. چی میگه؟ مدیون سمتلای ارنوز شرامش که میره یواش یواش میدونه عروس سوارش، بس که خوشگله عروس به آسمون میکنه ناس، سر را با دوپل ببین با چه نشاد کرده ساد، سر را کنار بری دومات میخواد نار بزنه، چرا دندون؟ سیب سرخ نار سرخ به دومن یار بزنه، یومری بود دفون دفون دومل دوم. قرار بود هیچ کس بخونن، چرا رب رو قمشی دی جی به قول خودش علی گاتور؟ کشتم یکی نبود بهم میگه که نابجا میکشتم، دوون دوون روون شدم به شهر تو رسیدم، وقتی به تو رسیدم عشقا روونی کردم، عشقا روونی کردم، حالا که من در به در این شهر تو هم کو بکو نیستین تنهایی حفظ گلو هنگو مو بمو پس اون خدا پوش سر من بد نگو 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 قاضی فقط پس یه تنش با نگو 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 تو تلو شده عاشق دختر بشی آه سروش بذار برای تریپ بریزم تو یکم روکر بشی دوره یه صدا میاد همه در مینم همه در کنم به من دستن نزم بازم کلام میکنم غلاب هستم دستم برای وکسم هستم هستم خستم یه گوشی نشستم هرچن هستم همیشه یه اوها بالای عبرو میپره یارو دارم واو واو همیشه یه اوها بالای عبرو میپره واو The sun is in my ass Woke up and felt the vibe یه دلت واسم تنگ میشه کل تنگ میشه به من گل میگه دلت شنگ میشه خیلی وقته که یه پیغومی ندادی واسم من خیلی وقته که دیگه دلت واسم زشته بچه ها سنگین باشید شمایی زاده ولی واقعا آهنگساز خفنی آهنگاش هم خیلی قشنگه چه برفی میاد خیلی دوست دارم بدونم بچه کدوم شهره من قدیم یه ویدیو ازش دیده بودم دور اون اگه هم همونم داشت سروش هیچ کس بخون تو یکی از این کانالای رپی دیده بودم خیلی وقت پیش دیروزم توی پیج رپی دیدم توی داشتم چک میکردم توی پیج رپی هم دیدم خیلی باحال بود و یهودیم امروز ویدیوشو فرستادن برام گفتم چه تلپاتی دارم با اون پیج رپیه یا مام بگی 3 2 1 برو آقا یکی از این دور گفت مام بگیر انگار مثلا فیلم سینماییه بر کن اگه حتی تصور کردنش سخته این سیاهش مونی که
هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخت بدبخت سیاوش جوانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش. یعنی سیاسی بود؟ من گوش نداده بودم. دستاشو من مردم دیگه هر انسانه تن هر دونه گندم بدون مرز و محدوده. دقت کردی این فیلم برداره اول اومد رو پایین تنه، بعد الان رفته سمت گوش، گوش چپ رو گرفت، گوش راست رو گرفت، دندون بدبخت رو گرفت. خب از صورتش بگی داره میخونه. وطن یعنی همه دنیا، تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا. عجب فیلمبردار گویی بود، یه بنده خدا یه دونه از صورتش نگرفت. خوبا سلاطین اساطیر ستون بوتون همه یه بوتون آمیلیکوم بابا ساویلیکسو هوا چی میگه بابا؟ چه لاتی نطق میکنه؟ کپی تو پیپوشو لباسن جوک موجره آشم دو بزنیم ببینیم چند چند یه شعر تو بعد بشی من یه نه پرکنده تر نه همون چه خوش بود یه وقت سرا و سنگ سک میفهمی همه چی پیچی رو همینو ساب گذاشم میسه همه هر دو روز تحویل ساب همیشه مرسون بولن بدبخ حسین با هیچکی کاری نداره با هرمون گشت موجودیم که تک بزرخ تنهایی ولی خب خدایشم خوش گذشته وقت داری قصه که مال قصه هاست با خوش مبجر رو زمین با چشم باز همین دلیلی شد تی بار دیده مثل اول ترش میشه یه گرگ بارون دیده. تقلید صداش خوبه، هم هیچ کس رو قشنگ در آورد، هم شمایی زاده هم قمشی، حسین بیچاره هم قشنگ در آورد. اوی وای چشم ببینم چی شده. بابا آقا تیشرت امینه مو چه تیشرت امینه میام برای من پوشیده ام چی شده چی باید به مول خود زلی عمقی کنن. بابا این کارا رو نکن، اصلا به روحیه لطفه تا نمیخوره این کارا. بابا رفتم بالا به این دختر رفتم خانم من شما خوشم میاد میتونم شمارتون رو داشته باشم؟ بعد آخه من به چیه تو شماره بدم؟ بعد گفتم حالا که اینجور شد میگم من یه سیاوش خمشی دارم هیچ کس میکنه، بیا بریم خونه هم بهت نشون. چرا زده؟ باور نکرد درکه میکنه سه ذره برام بخون اصلا حالم خوب نیست. یه قانون گیت شو در شده نیسته توی خیابون حاکمه در شده نیسته سخت شده نیست که که بیسته دو بذار هرچی بدخوای بشه نیسته دو یه قانون از کلیت شو در شده نیسته. خیلی قشنگ صدای هیچ کس رو در میاره، صدای هیچ کس چون خش داره شاید اونایی که یه ذره کلافتونن حرف بزنن بتونن صدا بشه، ولی خیلی قشنگ صدا هیچ کسو در میاره. اومدیم 2400 دور زمانی چقدر تغییر کرده. اصلا یه سری هم شاید باورت نشه سلطان تا آخرشو بخون. بیسکویتای قدیمی اسمش مادر بود، مهربونی، محبت، عفو. الان شده سه بیسکویت چی؟ های بای یعنی سلام. خداحافظ. خداحافظ. عجب لفظی بود. قشراس میگه بیسکویت مادر الان هست تو ایران، یکی از خوشمزه ترین بیسکویتا بود. من این بیسکویت رو میزدم تو شیر یا تو چای داغ، بعد بعضی وقتا حواسم پرت میشد انقدر تو چای داغ میمون پودرش میرفت کف چای. برای خیلی بیسکویت مادر رو دوست داشتم، یادش بخیر. هر وقت خواستم برم مدرسه، نه همیشه، مثلا اوضاع مالی خوب بود چون ما زیاد پولدار نبودیم، مثلا وضعمون خوب نبود، مثلا همه بعضی، مثلا اکثر خانواده ها، شیر کاکائو با کیک ننم میذاشت تو کیفم میبردم مدرسه. چه دورانی بود. البته هیچ وقت دوست ندارم، هیچ وقت دوست ندارم بگم به گذشته، هیچ وقت. همینجوری دوست دارم برم رو به جلو تا بمیرم. چی آجی دعوام شده؟ چی بود؟ فبولا چی داشت اصلا خودو بعدش چی بود؟ قمشی خونم اشکون بخون بخون. یکه تو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد حالا یه شونگی که چپی تو بپشون لباس تنگ کن میخوام برم جایی تو مجره و کن دور بابا تو گزیگر چی تو دلی ببین واسه همین بهش میگن سیاوش قمشی که سروش هیچ کس رو میخونه. خیلی دوستان میدونم هیچ کس وقتی ویدیوشو میبینه چه سی بهش دست میده. مثلا من خودم یکی طنز منو میسازه، حالا چه مسخره میکنه، البته اینکه اصلا مسخره نمیکنه بیچاره، ولی چه مسخره میکنه، چه مثلا جذاب باشه، چه بخواد طرفداری میکنه، من همیشه لذت میبرم. حالا اصلا یه ویدیوهایی که توش فوش قشنگ میخوان هیت کنن اونا هم زیاد به تخمم نیست راستشو بخوای. دیگه به چشامونم نمیشه اعتماد کرد. خب طرفو میبینی یا سیاوش قمشیه ولی هیچ کس میخونه. دو تا ویدیو یکسان ساختی، اشتباه کردی. حالا شده عاشق دختر بشی؟ بذار برای تریپ بریزم تا یکم روشتر بشی. فقط امینه بشی، فقط تیشرت امینه بشی. امشو اشلی پکل لیرونه یارم برا سیونه تو خود بکتر. وای خیلی داری
تو لایو بود، تو لایو بود، به اول پس تو لایو بود، آبروش رفت. اونه یارم براسی اونه به شور بگاه رفتم. خب گایز، امیدوارم از ویدیو لذت برده بوده باشید. ما هر شب ویدیو داریم، هر شب. و اینکه بچه ها داره آلبوم واقعا خوب پیش میره، امیدوارم بعد کلی نشه پارم کنید، تو همین شهریور بیادشو لذت ببریم در کنار هم. همه چی بستگی به این هفته داره، این هفته هفته سرنوشت‌سازیه، ولی هفته خارجی، نمیخوام ادا گوز کنم مثلا خارج، نه ولی واقعا تو هفته خارجی، یعنی تا یک شنبه تا آخر هفته شون، همه چی بستگی به این هفته داره تا با خیال راحت بشه شهریور کارا انجام شه. ولی اگه یهو اتفاقی بیفته شاید مثلا یه هفته دیر شه، ولی تو رو خدا فوشم ندید، دارم همه سعی هم میکنم شهریور ازش یه تیزر بیاد بیرون و بریم واسه کارهای بعدی. این از آلبوم. در مورد ویدیوی دیروز که نسل آینده رپ فارس بود، هنوز برنده ها معلوم نشدن. من تا دیروز داشتم کامنت ها رو میخوندم، داشتم حساب کتاب میکردم کی میبره کی میبازه، ولی یه نفر 100% برنده شد. حالا اینجا نمیگم، فکر کنم توی ویدیو فردا 3 نفر برنده رو اعلام میکنم که بعدش میریم پارت 2، ولی نه به این زودی، یه هفته دیگه میریم پارت 2. و اما فیلم امروز، پاو پاترول انیمیشن آوردم بچه ها براتون. انیمیشن مخصوص کودکان نیست بچه ها، بارها گفتم خیلی از آدم بزرگا انیمیشن میبینن، به نظر منم خیلی زیباست. من که خودم اکثر انیمه ها، انیمیشن ها، انیگوزه ها رو همه رو با هم میبینم و لذت میبرم. نمره خوبی هم گرفته، ولی زیاد نمره واسه انیمیشن مهم نیست، چون تو آی ام دی بی اکثر انیمیشن ها نمرات بالایی میگیرن. انیمیشن داغ داغ دیروز اومده، حتما ببینید. کامنت اول، من یکی از تعصبی ترین فناتم، قلب از کشور افغانستان. دیروز یک کلمه گفتم کسایی که از افغانستان هم پرچم بذارن، اونایی هم که نیستن که نذارن، خب معلومه دیگه هموطنی. ولی خب یعنی دمتون گرم، دیدم خیلی ها پرچم افغانستان گذاشتن، خیلی خوشحال شدم. اصلا چقدر حس خوبیه وقتی میفهمی مثلا از کشور همسایه هم طرفدار داری، واقعا پرچمتون بالاست، چقدر هم طرفدار خوب و مؤدب مثل بقیه طرفدارام. عشق وقتی یه بار سانسور میکنی ولی یادت میره بار بعدی رو هم سانسور کنی. خیلی با دقت بود تو ویدیو دیروز که رپ میخونن، تو یک دقیقه از ویدیو یکی کراس میخونه، من کراس اولش رو سانسور میکنم، کراس دومش رو مثل این بوفالو ها سانسور نمیکنم و فوشه قشنگ معلومه. حالا امروز زدم که چیز شه، اون تیکه میوت شه، فکر کنم یه 7 ساعتی طول بکشه. یارو میگه ناجی، بعد شروع میکنه، پوتک میگه اسمتو نمیدونم پیاز. من از دیروز تا همین الان واقعیتشو بگم عذاب وجدان دارم، به یکی از رپرها گفتم پیاز، بخاطر اینکه موهاش شبیه پیاز درست کرده بود، در صورتی که خودم سنین پایین تر همینجوری میزدم موامو، خروسی میکردم تنتنی، اون موقع مود بود، الان خیلی شاید خز باشه، ولی خیلی ناراحت شدم. اسمش هم ناجی بود، راست میگه، اول اسمشو معرفی میکنه بعد من میگم اسمشو نمیدونم، انقدر آدم بیدقتیم. خواستم از ببخشید گوه خواستم از ناجی جان عذرخواهی کنم، ادا سبا ناراحت نشو، میدونین که من توی ویدیو یوتیوب خیلی شوخ طبعم. خوب شد خدا به حیوانا عقل نداد، وگرنه کلاغا تای طاووس میدیدن میگفتن فاحشه رو. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.